سلام، با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز. دولت اسرائیل میگوید صرف نظر از نتایج انتخابات سال جاری، فشارها بر ایران باید تشدید شود. مقامهای اسرائیلی پیش از این بارها گفته بودند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تأثیری بر برنامه هسته‌ای تهران نخواهد داشت، چرا که تصمیم گیرنده اصلی در این مورد رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز و در ابتدای دیدار خود با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیت المقدس گفته بود اروپا باید همراه با آمریکا، اسرائیل و دیگر بخش‌های جامعه بین‌الملل خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شود. نتانیاهو تأکید کرده است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. غرب میگوید ایران به صورت مخفیانه به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و گفته است فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. ایالت نیویورک آمریکا بانک توکیو میتسوبیشی UFJ ژاپن را که بزرگترین بانک این کشور است، به دلیل عبور از خط قرمز آمریکا در تحریم اقتصادی ایران، سودان و برمه 250 میلیون دلار جریمه کرد. اداره خدمات مالی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است این بانک میلیون ها دلار پول بین این کشورها جابجا کرده است. این گزارش افزوده است بانک توکیو میتسوبیشی UFJ پذیرفته است که در سالهای 2002 تا 2007 100 میلیارد دلار از طریق شعبهش در نیویورک برای این کشورها منتقل کرده است. به گفته مقامات ایالت نیویورک آمریکا، این بانک پرداخت جریمه را پذیرفته است. جریمه بانک ها به دلیل نقض تحریم اقتصادی ایران سابقه دار است. سال گذشته مقامات ایالت نیویورک و همچنین مقامات فدرال آمریکا بانک استاندارد چارتر مستقر در لندن را به اتهام مشابهی 667 میلیون دلار جریمه کرد. دو شناور اماراتی که گفته می شود به طور غیر مجاز وارد آبهای استحفاظی ایران در خلیج فارس شدند، توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران توقیف و 13 ملوان این دو شناور نیز دستگیر شدند. این خبر را پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان ایران به نقل از علی وسالی فرمانده پایگاه دریابانی ابو موسا اعلام کرده است. آقای وسالی گفته است 30 کیلو ماهی در این دو شناور کشف شده است و این افراد قصد داشتن تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیر مجاز صید کنند. این دستگیری در حالی صورت گرفته که ایران و امارات سالهاست درگیر اختلافاتی بر سر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا هستند. دولت امارات هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. هزاران اسلامگرای مصری امروز در حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور، تظاهرات کردند. دلیل برگزاری این تظاهرات عزم مخالفان مرسی برای راه اندازی تظاهرات میلیونی ضد دولتی در روز پایانی ماه جاری میلادی است. خبرگزاری ارشغال‌اوسط گزارش داده است که عمده تظاهر کنندگان امروز از اعضا و هواداران گروه اخوان المسلمین بودند، گروهی که مرسی به آن منتسب است. تظاهر کنندگان تهدید کردند که در صورت سرنگونی دولت مرسی به هیچ رئیس جمهوری در آینده اجازه بقا در قدرت را نخواهند داد. قرار است تظاهرات مخالفان با خواست کنارگیری مرسی از قدرت برگزار شود. آنها رئیس جمهور مصر را متهم می کنند که قدرت را به خدمت اسلامگرایان درآورده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد یکی از نیروهایش یک یهودی را در کنار دیوار غربی موسوم به دیوار ندبه در شهر بیت المقدس کشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، گفته است نیروی شلیک کننده گلوله شنید که مرد یهودی فریاد میزد الله اکبر، از این رو به سوی او شلیک کرد. به گفته روزنفلد پس از این واقعه مشخص شد که مقتول یهودی اسرائیلی است. پلیس اسرائیل اعلام کرده که تحقیق درباره این حادثه ادامه دارد. دیوار ندبه یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی یهودیان است. شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات اعلام کرده که از ابتدای ماه جولای دیگر به شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه نمی‌کند. اینتلسات بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابره ماهواره‌های تجاری در جهان است. به گزارش همشهری آنلاین، مسئولان اینتلسات اعلام کردند این تصمیم
به دلیل تحریم‌های آمریکا بر ضد صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعمال شده است. پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یکی از شبکه‌هایی است که از خدمات اینترسات بهره می‌برد. آذر ماه سال گذشته در قانونی که به صورت مشترک توسط کنگره و سنای آمریکا تصویب شد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض حقوق بشر و همچنین رئیس آن عزت الله زرقامی در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفتند. پیش از این شماری از کشورهای غربی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی را متوقف کردند. صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس ریشتر، فیروزکوه و حومه آن از توابع استان تهران را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مرکز ژئوفیزیک تهران، شدت زمین لرزه به حدی بود که ساختمان‌های فیروزکوه برای لحظاتی لرزید. بر اساس این گزارش، این زلزله در عمق 7 کیلومتری زمین روی داده است. در همین ارتباط، پویا حاجیان، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر، اعلام کرده است زلزله امروز خسارتی در پی نداشته است. در ماه‌های اخیر فقط نقاط مختلف ایران شاهد زلزله‌های متعدد اما به نسبت کوچک بوده است. زلزله‌هایی که عمدتاً خسارت جانی در پی نداشته است. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودین. مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.